kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın, o da beni istersen. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın, nasıl istersen. Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. نمیتونیم فرار کنیم. را بیافزود باش، فقط شما رو کم داشتیم. وای داره میاد. نگیر آقا نگیر، برو داداش برو سری سر. کجا بریم؟ کجا میمونی؟ خوب راستش جایی برای موندن ندارم. یعنی چی؟ وقتی هتلی که توش کار میکردیم بسته شد، من و دوستم تو کوچه موندیم، یعنی به لطف تو. اگه بیکار نمیشدیم هیچ کدوم اینا سرمون نمیومد. اینطوریه؟ یعنی مسئول همین این چیزا منم دیگه؟ قطعا همینه. تو واقعا آدم سالمی نیستی. درد سر تو؟ آخه نیست تو خودت خیلی نرمالی حوضی. وسط دعواتون حداقل به منم بگید کجا میخواید برید. هتل مظهر اغلو. نه دیگه بابا، اینقدرش هم دیگه زیادیه. دختر تو منو تعقیب میکنی؟ واسه تشکیلات خاصی کار میکنی؟ یا این که دوری مخفی من نمیدونم؟ اگه شوخی واقعا خنده‌دار نیست، برعکس من دارم دیگه میترسم کم کم. آخه من چرا باید تو رو تعقیب کنم؟ اونی که سر راهم قرار میگیره توی تویی که داری تعقیبم میکنی. خب تو چه منفعتی میتونی واسه من داشته باشی؟ اصلا تو کی هستی؟ در اصل تو کی هستی؟ خودخواه و از خود راضی و پررو. آقا میزنی کنار پیاده شم؟ آقا بزن کنار پیاده شو لطفا. انگار صاحب تاکسیه. اصلا چرا من پیاده شم تو پیاده شو؟ داداشم به نظرت من مشکل دارم یا ایشون؟ اول خودش میگه پیاده شو، بعدش هم میگه تو. اصلا از من نپرس، من تو کار خودم هم موندم، چه برسه به شما. پسرمو کجایی؟ آسی مجبور شدم بزنم بیرون، دارم میرم هتل. کجا خیبت زد؟ خوبی؟ خوبم. تو کجایی؟ خیلی نگرانت شدم. من دارم با تاکسی میرم هتل، تو هم سری سواره تاکسی شو بیا هتل. باشه تو هتل میبینمت. کیف پولم نیست. کجا ممکنه افتاده باشه؟ نمیدونم. آی چه تصادفی، چقدر قشنگ شدی عزیزم. قربون شکرت برم. من خود ازش نکتره، حتما کار اون بوده. در رو میبندی خانم محترم؟ نه ببینین، من کیف پولمو گم کردم، یعنی درست سرش اینه که ازم دزدیدنش. الانم پول ندارم، میشه منو تو هتل برسونی؟ ببخشید ولی همه همین فیلمو بازی میکنن.
اومدم. ببخشید تو این ساعت مزاحمت شدم اما. مشکلی نیسته، چیزی شده؟ پولمو دزدیدن. چی؟ به کجایی؟ تو بار انجرابیم. من الان میام، من سری باید برم. کردی و چشترونی کردی؟ چرت و پرت نگو بینم بابا، مگه من منحرفم؟ ببین منو تو چه وضعی انداختی؟ من میدم، نمیخوام بهت بدهکار باشم. باشه، نه نمیگم. وای، من تمام پولم دست دوستم مونده. بقیهش بمونه. همین که دوستم اومد بهت بدهیمو میدم. خوبی؟ صورتت شده مثل گچ؟ خوب نیست. عالی شد، فقط همینو کم داشتم. هی هی، تو خوبی؟ اسمت هم نمیدونم، بدبختی. قنچه اردم، ازت ممنونم، همش بهت زحمت میدم اما. نه بابا، مشکلی نیست. به کجا برسونمت؟ میتونیم بریم هتل؟ به آسه گفتم اونجا هم دیگر رو میبینیم. باشه. حالت خوبه؟ نه نه نه، نکنیو نکنیو، اون کارو نکنیو، بالا نمیاریو. خورت بده خورت بده خورت بده خورت بده. چیکار میکنی گند زدی تو لباسم؟ ببخش. اون طرف تمیز کن خودتو.
اصلی. من از لحظه اولی که تو رو دیدم عاشقت شدم. چیزایی که دیشب همه سرم اومد خواب بود، آبروم رفت. حالت خوبه؟ نه 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 نکنی یا نکنی اون کارو نکنی یا بالا نمیاری یا قورت بده قورت بده قورت بده قورت بده. چی کار میکنی گند زدی تو لباسم؟ ببخشید. برو اون طرف تمیز کن خودتو. آبروم رفت. یعنی کی اومده؟ نمیتونم پیش یکی دیگه هم رسوا بشم، باید سریع از اینجا برم. نه اینطوری نمیشه. اصلی چی شده سر صبحی همش با خودت حرف میزنی؟ چی شده؟ دیگه چی میخواد بشه؟ کار نداریم، دو قرون پولم نداریم، شب تا صبح روی این تخت ساحلی خوابیدی. من دیگه نمیتونم. به مامانم زنگ میزنم و همه چیزو تعریف میکنم. برای برگشتم پول بفرست و زودتر برم. اینقدر چرت و پرت نگو، امروز همه چی رو حل میکنیم. اردمم شاید تا الان با مدیر حرف زده باشه، هم جایی برای موندن پیدا میکنیم هم برای کار. نگران نباش، اولش ممکنه همه چی خوب پیش نرفته باشه، اما از این به بعد همه چی خوب میشه. بهت قول میدم، بهم اعتماد کن. باشه، فقط یه روز دیگه. باشه، قبوله. حالا بیا یه سر بریم پیش اردم، شاید اصلا حلش کرده. اوف، این دیگه ته بدبختیه. درست شدی دخترم. میخواستم به تو زنگ بزنم، براتون خبر خوب دارم. با مدیر پرسنلمون سنم خانم صحبت کردم، الان این فرما رو سریع پر کنین و بعدش اون میخواد که برای مصاحبه شما رو ببینه. خیلی خوبه. میگم اردم، واقعا ازت ممنونم، اگه تو نبودی نمیدونستم چی کار کنم. جانم عزیزم. وای نیهاد، یه لحظه هم خواب به چشم نیومد، اصلا نتونستم بخوابم. چی شده؟ چرا؟ چی میخواد بشه؟ تو فکر براکم دیگه. سلدا جان، ما بارها بارها درباره این موضوع صحبت کردیم، دیگه کشش نده، این تصمیم قطعیه. وای عزیزم، لطفا ببین، تو که اینطوری کنی فقط براکو مجازات نمی کنی،
چون چاولا و بوراک خیلی وقت این برنامه سفر آمریکا رو ریختن. یعنی این لغو کردن تو تا لحظه آخر خیلی بد شد، خیلی ناراحت کننده بود. دختره بیچاره خیلی ناراحت شد، اینکه این دختر میخواد بعدن عروس ما باشه. میدونی چاولا رو چقدر دوست دارم دیگه، اون پیش ما بزرگ شد. من نمیخوام چاولا رو ناراحت کنم، اما وقت این بود که به این بوراک یه درس بدیم. به خاطر همین لطفا به من اصرار نکن. وای نیهات، باز اون رگت گرفت. به خدا دیگه باهات حرف نمیزنم، واقعا میگم. نمیخوای حرف بزنی؟ قول میدی؟ وای لطفا نکن. به این خانم زیبا عصبانیت خیلی میاد. نیهات تلفن کنم بوراک برگرده ها؟ نه، هر چقدر دورتر باشه همونقدر براش بهتره. اینطوریه؟ پس تا زمانی که بوراک دور از منه انتظار نداشته باش نزدیکت باشم نیهات. سلدا باشه، این آخرین باره. باشه، از این به بعد نمیخوام چیزی در مورد بوراک بشنوم، قبوله؟ نگران نباش عزیزم، من با اون قبل از این که بره حرف زدم، بهش گفتم هیچ کاری نمی کنی که بابا تو عصبانی یا ناراحت کنه. اونم به من قول داد. خواهی دید. قول داده، قول داده باباشو ناراحت و عصبانی نکنه این پسرت. بیا بگه خودت ببین چطور قول داده. ببینم مگه چی شده. بخون بخون. بوراک مظهر اغلو این دفعه تو شبهای بودروم در کلاب انجیر آبی بعد از یه درگیری با یه چشمچرو مکان رو به همراه یه دختر دست و دست ترک کرده، بازم خودش رو تیتر روزنامه ها کرده. وای بوراک پسرم، تو آخر منو میکشی، تو عمر منو میگیری از من. الو. آفرین بهت پسرم، آفرین. چی شده مامان کله صبحی؟ ببینم پسرم، تو یه روزم آروم نمیگیری؟ وای بابا، بازم خبر درست کردم؟ من وقتی بهت میگم حواست باشه، تو از لجت این کارا رو میکنی؟ تازه امروز صبح بابا تو قانع کردم برای رفتن به آمریکا، بازم اعصابشو خورد کردی. ای بابا، عمرن راضی نمیشه. تو دیگه آمریکا رفتن رو فراموش کن، تموم شد و رفت. مامان باور کن من هیچ تقصیری ندارم، تو اون مکان که بودیم یهو دعوا شد و منم اون وسط موندم، چیکار می‌خواستم بکنم؟ پسرم همه اینا فقط باید سر تو بیاد، همه اتفاقا باید سر تو بیاد. اونو متوجه شدم، ولی با اون دختر بیرون اومدنت یعنی چی؟ یعنی چی؟ تو چطوری به خودت اجازه میدی قاطی هر دعوایی بشی پسرم؟ تو چطوری به خودت اجازه میدی شأن خانواده‌تو بیاری پایین؟ اونطوری که تو اون عکس دیدین نیست مادر من، من با اون دختر کاری ندارم. همه این چیزا رو به جای من بعد به چاولا توضیح بدی پسرم. دختر بیچاره وقتی این چیزا رو ببینه چه حالی میشه؟ ببین بوراک، من تا به امروز همش کنارت بودم، اما اگه به خاطر این قضیه اون دختر بیچاره رو از دست بدی، منو مقابل خودت میبینی. الانم برو دل اون دختر رو به دست بیار، دل چاولا رو به دست بیار. باشه مامان، باشه. فرما رو پر کردی؟ ببینم. خیلی خوب، میتونید برید مصاحبه. عالیه. زن بیچاره یه روز راحت نداره. نیهان باز چی داری میگی دختر؟ چی باید بگم آبجی شکران؟ آقا بوراک بازم تیتر روزنامه ها شده. وای. تو بودروم قاطیه یه دعوا شده، با یه دختر دست تو دست عکسش در اومده. وای سلدا خانم خیلی عصبی شده. مگه میشه عصبی نشه؟ آقا نیهاتو که دیگه نگم، من اون روزنامه رو با دسته خودم بهش دادم، از کجا میدونستم؟ دیگه پول و ثروت آرامش نمیاره، خدا هر چیزی میده خوبش هم میده، مخصوصا بچه مهمترینشه. درسته شکران، اصلی هم رفته بود رو. پس این که نکنه چیزی بشه دارم جون به سر میشم، کاش بهش اجازه نمیدادم. نه وای به این چیزا فکر نکنه امیر، اصلی دختر عاقلیه، رفته اونجا کار کنه، نرفته که خوشگذرونی کنه. درسته، خدا شاهده این دختر تا الان منو ناراحت نکرده، من به اون اعتماد دارم.
ولی زمونه یه بدیه. وای از این که گیری آدم بد بیفته خیلی میترسم. از اینجور چیزا به ذهنت راه نده. ببین حالا میبینی آسلی برای خودش یه زندگی خوب میسازه. واقعا میگی؟ انشالله. باید سریعتر انجام بدیم. دختر اینجاست، موفق باشی. ممنون. صبح بخیر آقا ولکان. صبح بخیر آقا. امشب پارتی آغاز تابستون داریم. در این مورد میخواستم جزئیاتو بپرسم. وقت دارید؟ باشه باشه بفرمایید. بریم اتاق من. اگه شما هم شرایطو قبول دارید از الان میتونید شروع کنید. قبوله. قبوله. البته یه محاول موقتیه. اگه راضی بودیم بعدش ادامه میدیم. مطمئن باشید که راضی میشید. قطعاً اینطوریه. الان توی بار استخر و بار ساحل احتیاج به نیرو داریم. تو توی بار استخر و تو هم توی بار ساحل شروع کن. هر طور که شما بخواید. البته. پس خوش اومدین بینمون. تبریک میگم. ممنون. آیلین. بفرمایید سنم خانم. این دوستان از این به بعد با ما کار میکنن. به اونا کمک میکنی؟ اول جایی که باید بمونن و نشونشون بده که توی اتاقشون ساکن بشن. بعدش هم هتل رو بهشون نشون بده. دیگه بعدش هم کارشون رو شروع میکنن. البته سنم خانم. مبارک باشه. ممنونم. در مورد این مهمونی هر چیزی رو خیلی خوب برنامه‌ریزی کردیم. خوشحالم که خوشتون اومد. فکر کردیم که قبل از افتتاحیه یه امتحانی بکنیم و تصمیم بر این شد افتتاحیه تو روف گاردن برگزار بشه. حتی یکی از دوستای معمارمونم اومد و بازسازی‌های اولیه رو انجام داد. می‌خوای توی جلسه شرکت کنید؟ خیلی خوب میشه. پس جلسه رو بهتون خبر میدم. صبح بخیر آقا بوراک. صبح بخیر. صبح بخیر پسرم. صبح بخیر. انگار بی‌حوصله‌ای. روزنامه های امروز رو دیدی؟ بازم این خیلی بده. امونیات این دفعه اصلا منصرف نمیشه. اگه فقط بابام بود خوب بود. یه بعد از این عکس ها مامانم هم برام قیافه گرفته. منظورت این عکسه مگه نه؟ خب نرماله، بالاخره زن دیگه طبیعیه به چالا فکر کنه. دقیقا. گفت اگه چالا رو به خاطر این قضیه از دست بدی از این به بعد با من طرف. جس خوبی بود. اگه حمایت مامانم هم از دست بدم عملا نابود میشم. چالا هم که خبرها رو ببینه دیوونه میشه. همینجوریش هم جریان آمریکا رو فکر میکنه دروغ میگم و از دستم عصبانیه. پشت سرش هم که این اتفاق. پسر طوری که تعریف کردی تو جریان دیشب تو هیچ تقصیری نداری. میگی با دخترم هیچ ارتباطی نداری. البته اگه راستشو به منم گفته باشی. دیگه تو هم منو باور نداری نه؟ بعد از اینکه چالا عکسارو ببینه چطور باور کنه؟ میدونی این اتفاق منو یاد چی انداخت؟ چی؟ داستان چوپان دروغگو. باشه فعلا مسخرم کن. باشه پسر انقدر ناراحت نشو. چی ناراحت شدنی آخه؟ ببین به چه حالی افتادم. همش تقصیر اون دختره دردسر سازه. ببین چه بلایی سرم اومد. پسرمو تو خیلی به هم ریختی. بیا با هم بریم یه ماساژ. شبم تو هتل مهمونیه. قبل از اون حالا تو بهتر. مهمونی؟ الان یکم روحیم بهتر شد. پسر تو اصلا آدم نمیشی. زود باش.
هوایی میخواییم اینجا کار کنیم، هنوز باورم نمیشه کار پیدا کردی. یه چیزی بهت بگم، از وقتی اومدیم اینجا اولین باره که یه چیزی خوب پیش رفته. ولی کاش یه جا کار میکردی، تو توی صحرا منم کنار دریا. به نظرم همین که کار پیدا کردیم خدا رو شکر کنیم. درست میگی. میز اونجا رو جمع کنیم. سلام آقا فایته. سلام آیلین خانم. اصل خانم و قانچه خانم از این به بعد با ما کار میکنن آقا فایته. مبارک باشه دوستان. ممنون. به اصل خانم کمک میکنید دیگه. البته. شما هم موفق. سری باشه که. ما هم میریم باره ساحلی. موفق باشه. هرچند موقع استخدام بهتون گفتن، ولی مشتری اون آدم های خاصی هستن. یعنی وقتی بهشون سرویس میدین باید خیلی حواستون جمع کنید. البته نگران نباشید. توی کارمون رعایت فاصله و احترام به خودمون و بقیه خیلی خیلی مهمه. البته. برو ببینم چی کار میکنی. اولین روز کاریت مبارک باشه. میشه برای من یه سودا دیگه؟ چیز دیگه یه میخوای؟ نه. رسمن منو نشناخت. وای اما خیلی بامزه است. اینجا هم همو دیدی. میشه یه سودا به هم بدی؟ ممنونم. خیلی ببخشید، خیلی معذرت میخوام. منو بی خیال، خودتون خوبی؟ سرت که چیزی نشد؟ خوبم، متوجه نشدم. سرت داره خون میاد. چه خبر؟ سلامتی. اینجا داری کار میکنی؟ بله. خوبه، مبارک باشه. خیلی ممنون. در ضمن یه خراش کوچیک زیاد مهم نیست. خیلی معذرت میخوام که سودا ریخت. نه عزیزم، یه سودا بود دیگه. در ضمن تو این گرما خیلی هم خوب بود. باشه، پس یکی دیگه میارم. بله آقا ولکان، در مورد بازسازی روف گاردن دوست معمارمون اومده برای جلسه، تشریف میارید؟ باشه الان میام. بفرمایی. بازم معذرت میخوام. نه مهم نیست. تو خوبی؟ آسنی؟ خوبم ممنون. رسمن اسممو گفت. الان بیهوش میشم. این دیوونه رو کی استخدام کرده؟
ممنون. برای من هم همینطور. چارلا چه خبر دنیز؟ کی اومدی ازمیر؟ زیاد نیست اومده، تقریبا یه هفته است. یه هفته است تو ازمیری و به من زنگ نزدی؟ من که خبر نداشتم تو اینجا. آخه فیلم برداریمون تو ازمیره، نکنه سریال نمیبینی ها؟ متاسفانه نه، زیاد وقت نمی کنه. خب چی کارا میکنی؟ چی کار کنم؟ تعطیلات دانشگاه که شد اومدم ازمیر دیدن مامانه. آخر هفته هم با بوراک میریم آمریکا. هنوز با هم دیگه هستیم؟ چرا نباشیم عزیزم؟ نمیدونم، بعد از خبرهای آخر که اومد بیرون فکر کردم جدا شدیم. آها نه جونم، این وسط چیزی نبود که. خودت که خبرنگارا رو از من بهتر میشناسی، دوست دارن همه چیزو بزرگ کنن. اون دختری که کنار بوراک بود دوست دختر ولکان بود، با هم رفته بودن خوش بگذرونن. دوست دختر ولکان بود؟ آره، من شخصا با دختره آشنا نشدم، ولی جوری که بوراک تعریف میکنه دختره خیلی خوشگل و بامزه است. ولکان تو اولین نگاه عاشق دختره شده. آه اما من همین جوری تعریف میکنم، تو که ناراحت نمیشی؟ نه نه جونم، چرا ناراحت بشم؟ من خوبی ولکانو میخوام. میدونی که ناخواسته خیلی ناراحتش کردم. آره، اما فکر کنم تو از خبرهای چند روز قبل صحبت میکنی و هنوز روزنامه های امروز رو ندیدی، درسته؟ آخ من فکر کردم میدونی. خیلی ناراحت شدم، کاش بهت نمیگفتم، الان به خاطر من میونتون به هم میخوره. نه عزیزم، چرا میونمو به هم بخوره؟ من به عشقم اعتماد دارم، مطمئنم یه توضیح منطقی واسم داره. آره ممکنه. من دیگه برم، عجله دارم. پس من وقتتو نمیگیرم. میبینم ات. میبینم ات. آبرو مبردی ببینم این دفعه چی توضیحی داری. خدا چی میشه یه همچین عشقی نصیب من کنی؟ آخه مگه چیز زیادیه؟ دختر باورت نمیشه چی شدی؟ آسی سرت چی شده؟ خوبی؟ سرمو ول کن، بگو تو هتل کیه؟ کی هست؟ زودش بگو. ولکان. وای باورم نمیشه دختر، رسما قسمتت جلوی پاتم اومده. این نمیتونه تصادفی باشه، رسما یه چیزی نیست. چی میخواد بشه؟ دو دقیقه حرف زدنمون باعث شد سرم به فنا بره. خب چی شد؟ چی گفتین شناختید؟ اولش نشناخت، بعدش وقتی سرمو کوبوندم و صدا رو ریختم روش. نه دیگه اصلی، یکم بد شد. اونقدر هم بد نشد، یعنی وقتی دید سرم خون میاد خیلی به این توجه کرد. خیلی رومانتیکه. خیلی خوب، من دیگه باید برم، خسته نباشید. خوش اومدین، چیزی میده؟ یه سودا میشه بیاری؟ سلام. سلام، من وقت استراحت همه دارم میرم غذاخوری، میخوای با هم دیگه بریم اونجا؟ باشه، منم خیلی گشنم شده، این سفارش رو تحویل بدم بعدم بریم. باشه.
تو هم سیب میخوای؟ آره. اینجا خوبه؟ آره خوبه، بشینیم همینجا. خب چطوره، از اینجا خوشت اومد؟ خوشم اومد، مگه میشه خوشم نیاد؟ ببین رسمن اگه تو نبودی خیلی وقت پیش برمیگشتم استانبول. اما چه خوب که برنگشتی. یعنی منو دیدی؟ میشه یه لحظه بیای؟ میشه تو بری؟ باش. بفرمایی قربان. اون خانمه که بهم سرویس میداد، میشه بگین اون بیاد لطفا؟ باش. میخواد که تو بری؟ میشه بهش بگی کار داره؟ ایشی یکم سر شلوغه، من بهتون سرویس میدم. بهش بگو حوصله ندارم زیاد، بگو سریعتر بیاد. منتظر توی گم، بگو سریع بیاد. متوجه نیستی؟ سعی دارم ازت دور باشم، چرا اصرار میکنی؟ اگه سعی داری از من دور باشی، برای چی اینجا کار میکنی؟ جای دیگه برای کار کردن پیدا نکردی؟ باید از تو بپرسم کجا کار کنه. آبا براک، مشکلی پیش اومده؟ در اصل یه مشکلی هست. درستش اینه که یه مشکلی بوده، ولی اصل خانوم کمک کردن و حلش کردیم. خواستم بهتون تبریک بگم، واقعا اکیپ فوق‌العاده‌ای درست کردیم. تمام کارکنان یکی از یکی محترم‌تر. خیلی ممنون، شنیدن این حرفا از شما باعث خوشحالیه. تعطیلات خوبی داشته باشین. خوبی ما فراموش نکنم. سفارشتونو بدیم سری. یه کوکا میخوام. یخ نداره، یخ لطفا. اینطوری میخوای انتقام دیشب رو بگیری؟ این که بهت خدمت کنه. آره شروع، آره، اما نقشه های دیگه هم دارم. اگه خواسته ها تو انجام میدم به خاطر اینه که روز بالا آوردم. جب نگیرتت، صبرم رو لبریز نکن. لیمو نداره چرا؟ حال نکردم، یه دونه دیگه بیار. نه نه نه، پشیمون شدم، سودا میخوام. نه این جالب نیست، دوبلش کن. بایا خودیم. من کی بهت گفتم سودا رو اینجوری میخوام؟ بدون یخ و لیمو باشه. باشه همین الان. بدون یخ و لیمو بگیرش.
چرا خفه میکردی یا؟ ای کاش خفت میکردم. چرا منو میکشونی تو استخ؟ تو از کجا بدونم شنا بلد نیستی؟ هم شنا بلد نیستی هم کنار استخ کار میکنی. در از خودت احمقی دیگه. اصلی تو فکر کردی داری چی کار میکنی؟ میدونی با کی داشتی بحث میکردی؟ بله میدونم، با یه آدم احمق. ببین امکان نداره اینو چشم پوشی کنم، مجبورم گزارش تو بدم. Su kaydıraklarım var, çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın, o da beni istersen. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın, nasıl istersen.